گلهای چوبی قسمت اول. تنها فرزند خانواده بودم. همیشه دوست داشتم که دوستان و همکلاسی هایم را به خانه بیاورم و با آنها بازی کنم. اما مادر و پدرم چنین اجازه ای را به من نمی دادند. در زمانی که من 10 ساله بودم، مادرم 50 سال و پدرم 60 ساله بود. آنها حوصله سر و صدای بچه های همسن و سال مرا نداشتند و من همچنان از تنهایی به شدت رنج می بردم. بهترین ساعات زندگیم وقتی بود که در مدرسه در کنار دوستانم بودم یا مهمانی به خانه ما می آمد که بچه ای همسن و سال من داشت، که با خوشحالی او را به اتاقم می بردم و هرچه می خواست در اختیارش می گذاشتم، فقط برای اینکه لحظاتی از تنهاییم را پر کند. ما یک خانواده متوسط مایل به ضعیف بودیم. پدرم راننده کامیون بود و مادرم خانه‌دار. اکثرا پدرم وقتش را در جاده ها می گذراند و مادرم خیاطی می کرد. روابط آنها چندان خوب نبود و به دلیل بد اخلاق بودن پدر، مادر ترجیح می داد که او کمتر به خانه بیاید. زندگی ما بیشتر در سکوت می گذشت و من از این سکوت بسیار رنج می بردم. روزها و شبها به این ترتیب می گذشت و من کم کم بزرگ می شدم و سرانجام موفق شدم دیپلم دبیرستان را بگیرم. پدر بازنشسته شده بود و در خانه نشسته بود و مادر نیز از وجود او در خانه به شدت رنج می برد و دائما با هم بگو و مگو داشتند. قسمتی زیاد از کارهای خانه را من انجام می دادم و در فکر این بودم که در کنکور تربیت معلم شرکت کنم. شاید بتوانم بیشتر با بچه ها سر و کار داشته باشم. من عاشق بچه ها بودم. اما آن سال کنکور و تربیت معلم به دلیل ازدیاد معلمان برگزار نشد و من ناچار به دنبال کار به هر طرف می رفتم. تا اینکه روزی به یک مهد کودک خصوصی مراجعه کردم و از مدیر آنجا تقاضای کار کردم. خانم مدیر شرایط سختی را برایم شمرد که من با خوشحالی همه آنها را پذیرفتم. او می گفت: خانم، شما می بایست از ساعت 6 صبح تا 7 شب در مهد کودک باشید. تعدادی کودک را برای نظافت و مراقبت و غذا دادن به شما می سپاریم. شما باید کاملا مراقب آنها باشید. آنها امانت های بسیار مهمی در دست ما هستند و ما در قبال پدران و مادران آنها تعهد سنگینی داریم. با خوشحالی زیادی گفتم: شما مطمئن باشید، من آنقدر کودکان را دوست دارم که هر کاری لازم باشد برای آنها می کنم. خانم مدیر خوشحالی زیاد را در برق چشمان من دید و لبخند رضایت بخشی زد و گفت: نهار و صبحانه هم نزد ما میخورید و حقوق بسیار کمی را پیشنهاد کرد. اصلا برایم مهم نبود، فقط آنچه را که با تمام وجودم میخواستم زندگی در کنار کودکان و نگهداری از آنها بود. از ابتدای هفته بعد در مهد کودک گلها شروع به کار کردم. صبح زود اولین کسی بودم که وارد مهد کودک شدم. روپوش صورتی رنگی را در اختیارم گذاشتند، پوشیدم و موهایم را با یک روسری صورتی رنگ از پشت بستم. یک جفت جوراب و کفش راحتی صورتی نیز به دستور مسئول خدمات مهد کودک پوشیدم و آماده کار شدم. بی صبرانه منتظر ورود بچه ها بودم. مسئول خدمات مرا به اتاقی بزرگی برد که پر از میز و صندلی های کوچک رنگارنگ و اسباب بازی بود و گفت: تو باید همیشه این اتاق را مرتب نگه داری.
اینجا یک مربی دارد و 20 بچه، دختر و پسر 3 ساله. باید آنها را به دستشویی ببری، مرتباً دستهایشان را بشویی، مراقب باشی که به یکدیگر آسیبی نرسانند و موقع نهار مراقب غذا خوردن آنها باشی. با خوشحالی گفتم از این بهتر نمی شود. خدای من چه شغل زیبایی پیدا کردم، خدایا تو را شکر می گویم. از ساعت 7 صبح پدر و مادران یکی پس از دیگری می آمدند و مربی آن اتاق هم آمد. یکی یکی بچه هایشان را به ما سپردند. بچه ها را از بغل آنها می گرفتم و غرق بوسه می کردم، اما احساس می کردم که پدر و مادرانشان از این کار من خوششان نیامده و چند نفر نیز به مسئول مهد کودک اعتراض کردند و او به من تذکر داد که تو حق نداری بچه ها را ببوسی. وای خدای من، چطور می شود این گلها را نبوسید؟ دلیلش را خودم متوجه شدم و از آن به بعد بچه ها را دور از چشم دیگران می بوسیدم و به سینه ام می فشردم. به این ترتیب کارم را در مهد کودک شروع کردم و عاشقانه بچه ها را مواظبت و نگهداری می کردم. شبها که به خانه می آمدم از فرط خستگی حتی میل به خوردن شام نداشتم، فقط می خوابیدم و جمعه ها دلم به شدت برای بچه ها تنگ می شد. 5 سالی را به این ترتیب سپری کردم. دیگر شوق و شور اولیه را نسبت به بچه ها نداشتم. راستش را بخواهید به شدت خسته شده بودم. مسئولین مهد کودک که شوق و شور مرا نسبت به بچه ها دیده بودند بیشترین تعداد بچه ها را به من می سپردند و این باعث شده بود که نیروی جسمانی من روز به روز کاهش یابد. تا اینکه یک روز مسئول مهد کودک مرا صدا زد و گفت نسرین جان، تو 5 سال است که اینجا کار میکنی، تازگی احساس میکنم که خسته شده ای و دیگر آن شور و هیجان سابقت را نداری. با وحشت نگاهش کردم و گفتم نه اصلا خسته نیستم، میخواهید مرا اخراج کنید؟ لبخند مهرامیزی زد و گفت نه عزیزم، حرف من چیز دیگری است. تو باید کمی از قوایت را برای زندگی و فرزند خودت هم نگه داری. مگر خود تو نمیخواهی مادر بشوی؟ اگر قرار باشد فقط برای بچه های مردم کار کنی و تمام محبتت را نثار آنان کنی، پس کی میخواهی به خودت برسی؟ کی باید خودت صاحب بچه شوی؟ کمی خیالم راحت شد. سرم را به زیر انداختم و با خجالت گفتم حالا که من بچه ندارم، و او گفت اگر بخواهی خواهی داشت. پرسیدم چگونه؟ گفت ازدواج عزیزم، تو باید ازدواج کنی و صاحب همسر و فرزند شوی. گفتم فعلا که خبری نیست و هرگز به ازدواج فکر نکردم. خانم مدیر با همان لبخند مهربانش گفت حالا فکر کن، مادر یکی از بچه ها که تو مراقبت می کنی از تو خوشش آمده و اجازه می خواهد که با برادرش به خانه شما بیاید. من پیشنهاد می کنم که حتما این کار را بکنی. به فکر فرو رفتم. من هیچ وقت به ازدواج فکر نکرده بودم، زیرا به نظرم می رسید که ازدواج یعنی تنفر. زندگی من همیشه درس بود و درس. حتی ما تلویزیون در خانه نداشتیم و بعد از درس هم در زندگی در کنار این کودکان پاک و شیرین، پس حق داشتم که ازدواج را نشناسم و این لغت برایم ناآشنا باشد. ولی به خواهش خانم مدیر قول دادم که با مادر و پدرم صحبت کنم و این خواستگار ناشناخته را به خانه بپذیرم. آن شب تا صبح خواب به چشمانم نیامد. تمام وقت یک زندگی پرکشمکش و جنجالی را در نظرم مجسم می کردم و مانند یک کابوس مقابلم فریاد می کشید.
مادر و پدرم با خوشحالی ورود خواستگار را به خانه پذیرفته بودند و چون فردا روز جمعه بود برای من هم مشکلی نبود. مادرم از من خواست که سر و وضعم را مرتب کنم و دستورات لازم را صادر کرد. پدر کت و شلوارش را پوشید. مادر دستی به سر روی خودش کشید و اتاق پذیرایی را مرتب کرد. من دل توی دلم نبود. نمی دانستم چه باید بکنم، چه در انتظارم است. اما یک مسئله باعث خوشحالیم می شد و آن اینکه حاصل ازدواج یک یا دو کودک شیرین زبان باشد که مال خودم باشد و بتوانم هر وقت دلم می خواهد آنها را ببوسم و به سینه ام بفشارم. و تنها همین مسئله بود که لبخند به لبهایم می نشاند. سرانجام ساعت 5 عصر بود که زنگ خانه ما به صدا در آمد و خواستگاران توسط مادرم به اتاق پذیرایی راهنمایی شدند. من در آشپزخانه بودم که سگل دختر 3 ساله شیرین زبان خانم شکوهی جلوی در آشپزخانه ظاهر شد و تا مرا دید گفت نسرین جون و به طرفم دوید. من نیز او را در آغوش گرفتم و در کنار آشپزخانه چند بوسه به گونه هایش زدم. او نیز سرش را به سینه ام می فشرد و به این ترتیب خوشحالیش را نشان می داد. آن روز من ورود و محبت سگل را به فال نیک گرفتم و وقتی با مادر و مادر بزرگ و دایی سگل روبرو شدم لبخند به روی لبهایم بود. من خانواده ام و دایی و خانواده سگل کوچولو همدیگر را پسندیدیم و پس از آن چندین دیدار و دیگر بین ما اتفاق افتاد و سرانجام با یک جشن عروسی کوچک من زن دایی سگل کوچولو شدم. ناصر همسرم مردی بود حدود 26 سال و در یک کارخانه بافندگی کار میکرد. تحصیلات او نیز در حدود دیپلم بود. او مردی بود با قدی متوسط و چهره گندمگون. زشت نبود، زیبا هم نبود. ظاهری آرام داشت و وقتی به چهرهش نگاه میکردم در دلم میگفتم باهات کاری ندارم، به سازت میرقصم، فقط با تو ازدواج کردم که بچه داشته باشم، بچه هایی که مال خودم باشد. ما سنتی ازدواج کرده بودیم و فرصت این که با هم بنشینیم صحبت کنیم یا فکر کنیم ببینیم علاقه نسبت به هم داریم یا نه پیش نیامده بود. این را من مطمئن بودم که ناصر نیز عاشق من نیست و فقط ازدواج کرده که خانواده تشکیل دهد، مثل همه مردم باشد. در هر صورت ما زندگی مشترکمان را در یک آپارتمان 100 متری دولتی شروع کردیم. این آپارتمان 1 سالن 40 متری و 2 اتاق 12 متری و آشپزخانه و سرویس بهداشتی قشنگی داشت و با جهیزیه متوسطی که خانواده من برایم تهیه کرده بودند آپارتمان من را مرتب کردیم. ابتدای زندگی ما در مهمانی های فامیلی گذشت و بعد از این مهمانی ها زندگی در روال عادی خود قرار گرفت. ناصر صبح سر کار می رفت و عصرها به خانه باز می گشت. او مانع از کار من در مهد کودک شد و من نیز به امید اینکه خودم به زودی صاحب فرزند خواهم شد پذیرفتم. کم کم احساس تنهایی شدید کردم. از صبح تا عصر در خانه تنها بودم. از فرزند خبری نبود. به سوگل پناه بردم و از خواهر شوهرم خواهش کردم که سوگل را نزد من بیاورد یا خودم به خانه او می رفتم. سوگل شدیداً به من علاقه‌مند شده بود تا اینکه یک روز از خودم پرسیدم چرا من بچه دار نمی شوم؟ آیا من مشکل دارم؟ 6 ماه از زندگی ما می گذشت.
یک روز که ناصر به خانه آمد این سؤال را از او پرسیدم. ناصر لبخندی زد و گفت خب بهتر. مثل ترقه از جای پریدم و فریاد زدم چرا بهتر؟ آیا تو بچه نمیخواهی؟ ناصر که متوجه رفتار نسنجیده خودش شده بود به خودش مسلط شد و گفت نسرین جان، تو تنها فرزند خانواده بوده ای و برایت جالب است که حالا که ازدواج کرده ای صاحب فرزند شوی و تنهاییت را با وجود کودکی شیرین پر کنی. اما من در یک خانواده 10 نفری بزرگ شده ام و همیشه حسرت داشتن یک شب آرام را داشتم. من فرزند 7th خانواده بودم و هر کدام از خواهر برادران من که ازدواج می کردند 2-3 سال بعد با 1-2 بچه شیطون و شلوغ به خانه ما آمد و رفت می کردند. و حالا که ازدواج کردم وقتی شبها به خانه می آیم و سکوت و آرامش این خانه را می بینم لذت می برم. شاید باور نکنی، ما حتی موقع غذا خوردن سعی می کردیم سریع تر غذا بخوریم مبادا حق من را خواهر یا برادر دیگری بخورد. و حالا وقتی که سر میز شام می نشینم و غذای خوشمزه تو را روی میز می بینم گاهی اوقات طبق عادت سعی می کنم سریع غذا را بخورم و بعد به خودم می آیم که اینجا کسی حق مرا نخواهد خورد و من و تو همسر خوبم می توانیم با آرامش هر کدام غذای خودمان را بخوریم. و خلاف توقعم گاهی می بینم تو از سهم خودت برای من می گذاری. نسرین جان، من عاشق این زندگی آرام شده ام و دوست ندارم این آرامش را با وجود کودکی شیطان و شلوغ برهم بزنم. وقتی ناصر حرف می زد من آرام عشق می ریختم و در دلم می گفتم پس وای بر من که باز هم باید تنهایی را تحمل کنم و حسرت در آغوش کشیدن یک کودک شیرین بر دلم بماند. اما ناصر ادامه داد ولی نسرین جان، من تو را درک می کنم و قبول دارم که تو تشنه داشتن فرزند هستی، اما اگر قول می دهی فقط یکی، فقط یک فرزند داشته باشیم به خاطر تو قبول. از یک دکتر وقت بگیر تا با هم برویم و بخواهیم که کمکمان کند تا بچه دار شویم. هرچند که قلبن به این کار راضی نیستم و اگر تا آخر عمرم بچه نداشته باشم ناراحت نخواهم شد. آن شب گذشت و من در حالی که بار سنگینی را روی قلبم احساس می کردم صبح روز بعد نزد دکتر خانوادگیم رفتم و مشکلم را با او در میان گذاشتم. دکتر یک سری عکس و آزمایش برایم نوشت و از من خواست که بار دوم که نزد او می روم همسرم را نیز با خودم ببرم تا او را هم معاینه کند و علت را پیدا کند. البته ناصر راضی نمی شد و می گفت ما مشکل مهمی نداریم، خودت به دکتر بروی کافی است، مطمئن هستم که تو هم مشکل چندانی نخواهی داشت. پایان قسمت اول.